کنم بی جوابم نزار منو پشت تکرار خوابم نزار یه روی دوباره نشونم بده صدات می کنم بازمونم بده صدات می کنم تا دری کنی توی آسمونت منو جا کنی من از خاک سرد زمین خستم به نور وجود تو ما بستم به کی دردم و جست و میشه بگم که یک لحظه باشه شریک قمم کی میتونه جست و پناهم بده کی میتونه بغض بگیر ازم به کی که بفهمه فهم عذاب منو که دریا به ساز سراب آمد رمضان و آسمان آبی شد شبهای زمین دوباره محتابی شد هستی به نماز عاشقی قامت بست عالم غزل خجسته نابی شد آمد رمضان و تا خدا ما را برد تا چشمه روشن دعا ما را برد ما را زلباس عافیت اریان کرد تا سبزترین سجده ها ما را برد آمد رمضان و کاش میدانستی ای کشته و آب و آش میدانستی دنیاست که می تو را با شهوت کاش ای دل آش و لاش می آمد رمضان و دست شیطان بسته است درهای زمین به روی انسان بسته است وقت است سمت معصیت برگردی چون راه گناه ای مسلمان بسته است بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان گرامی روزداران عزیز عزیزانی که بیننده ما هستید در مهمان خدا ویژه برنامه ماه مبارک رمضان در لحظات افتار با شما خواهیم بود تا لحظات افتار امروز اولین روز از ماه مبارک رمضان هست و همه ما و شما ها روزه داریم امیدواریم که به کرم و بخشش خداوند متعال روزه و نمازها و عبادت و اطاعت ما مورد پسند و مورد قبول خداوند یکتابی همتا قرار بگیره بینندگان عزیز ما در مهمان خدا سی شب با شما خواهیم بود تا شب عید سعید فطر با شما هستیم و ویژه برنامه مهمان خدا هست امسال هم ششمین دور از مهمان خدا برگزار میشه از شبکه تلویزیونی استقلال هر شب ما برنامه های خاصی داریم و مهمان های خاصی تا آخر ماه مبارک رمضان با شما خواهیم بود در لحظات افتار امیدواریم که بیننده ما باشید آغازگر برنامه مهمان خدا که بعد از این ما حتما مهمان دارم البته رو به شما بگم که در بخش اول ما یک بخش رو بعد از اون مهمان داریم صحبت صورت میگیره بخش های متنوعی در میان برنامه ها با شما خواهیم داشت و موضوعات بسیار جالبی در مهمان خدای امسال جای داده شده که به نظرم مهمان خدای امسال رو یک کمی متمایز میکنه از دیگر سالها و برنامه زیبایی خواهیم داشت برای اینکه زیاد گذافگویی نکنم و بعد از او هم که بریم سراغ مهمان ما که امشب مهمان بسیار ارجمند داریم و در رابطه با ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم معرفی بکنیم با مهمان و صحبت ما صورت بگیره قبل از او با هم بریم یک بخش رو ببینیم یک بسیار زیبا خواندن در رابطه با ماه مبارک رمضان هست بعد از او برمیگردیم و صحبت میکنیم با مهمان ارجمند برنامه ما در شب اول ماه مبارک رمضان و اولین افطار امیدوارم که ما را از دای خیرتان فراموش نکنید بعد از وقفه برمیگردیم به ادامه اولین برنامه از مهمان خدا در ماه مبارک رمضان خوش آمدید امروز اولین روز از ماه مبارک رمضان هست و کم کم نزدیک میشیم به لحظات افتار تا افطار با شما خواهیم بود و مهمان هم داریم کارشناس داریم و صحبت میکنیم امروز در رابطه با ماه مبارک رمضان در مهمان خدا ما تا آخر ماه مبارک رمضان با شما خواهیم بود در لحظات افتار با برنامه های متنوع مهمانانی که از هر قشری خواهند بود مهمانان ما و صحبت های که خواهد انجام پذیرفت امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رجب زاده هستیم و کارشناس ما هستند در برنامه امروزی حاج سلام سلام علیکم فرارسیدن ماه مبارک رمضان به شما مبارک علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم من احمده و به نستین بنده هم حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن ماه رحمت مغفرت و آموزش و برکت الهی را برای همه مسلمان ها به ویژه جامعه اسلامی ما و مردم ما اخص هم ولایتی های ما خدمت همه عزیزان و بینندگان عزیز، عزیزان و بینندگان عزیز تبریک عرض می کنم امیدوارم این ماه با برکت باعث نزول برکات بیشتری در زندگی ماها بشه اله و بعد ما بتونیم از این ماه ارزشمند و ماه شریف هرچی بیشتر استفاده کنیم و بهره ببریم و الله به برکت این ماه بارک این مهمان ناخاندهی که امسال اونم مهمان خیلی از کشورها شده خیلی از مسلمانها شده خیلی از بشریت شده و کشور ما را هم بی تأثیر نگذاشته این مریضی و کرونا و برکت این ماه به و به دعاها و ای که در این ماه مؤمنین انجام میدن انشاءالله خداوند این آسیبی که وارد کننده شده به همه این ویروسی که باعث اذیت و آزار شده انشاءالله در پایان مبارک رمضان شاهد باشیم که به برکت این ماه از بین رفته است. الله یمن. سپاسگزارم از شما که حضرت استاد آمدید به برنامه در اولین روز از ماه مبارک رمضان. لحظات نزدیک میشیم کم کم دیگه از حدود 40 پنج دقیقه دیگه مانده به افطار ان شاء امیدواریم که عزیزان روز اول ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کرده باشند تا حال او حس ضعف نداشته باشند بلکه حس بهی داشته باشند که الان فصل فصل بهار قرآن است، فصل فصل مغفرت الهی است و دست نیاز بلند بکنن به سمت پروردگار بی نیاز که ما را از همه مشکلات ان مسون بداره حضرت استاد ما در ماه مبارک رمضان سی روز روزه میگیریم ای هم حالا در چنین ایامی میتازن در رابطه با روزه و به تو به روزه میتازن که چرا گشنگی میکشید چرا تشنگی میکشید چرا چه این کار را انجام میدید در حالی که شاید معنی حقیقی ماه مبارک رمضان را هم ندانند از طرف دیگه هم اگه دی دیگه من و ماه مبارک رمضان و روزه در ماه مبارک رمضان بسیار یک چیز عادی جلوه میدن و بی اهمیت یعنی زیاد اهمیت نداره برایشان یک جوری میگن که حالا گرفتی گرفتی نگرفتی هم نگرفتی چه هیچ مشکلی پیش نمی؟ حالا ای هم به طور مزاح میگن که تو نمیتونی بخوری ما خوردیم شد همچین حرفایی رو دارن میزنن و مردم یک سلسله شبهاتی رو ناخداگاه وارد میکنن به وجود مردم آیا ماه مبارک رمضان و روزه در ماه مبارک رمضان اصلا اهمیتی داره و اگر اهمیتی داره که قطعا داره چه اهمیتی داره بله ما با توجه که الحمدلله مسلمانی به پیرو و پیرو قرآنی این کتاب مقدسی که الان در جلو به روی من و شما گذاشته است برای ما دستور داده که شما باید روزه بگیرید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه الذین آمنو کتب علیکم و سیام که ما کتب علی من قبل این اهمیت روزه را رو می رسانه. بله. نه تنها میگه که شما روزه بگیرید و شما دارید روزه میگیرید گیرید میگه یا ایوه آمنو کتب علیکم و بر شما فرض شده نوشته شده روزه گرفتن که شما روزه میگیرید که ما کتب الذین من قبل کن میگه امم قبل امتان قبل اون هم روزه میگرفتن پس شما تنها این که روزه میگیرید شما تنها نیستید کسانی که به اصلا میایید سر بر فرمان خدا به دین وسیله میگذارید به وسیله روزه گرفتن کتب علیکم و سیام کتب علی اللذین من قبل کن پس ببینید این اهمیت می رسونه خداوند تبارک و تعالی آمده یک دستوری برای ما داده که ما خدا رو خدای حکیم میدانیم بله خدای حکیم میدانیم این خدای حکیم یقینا در این فرمانش در این دستورش حکمت های نهفته هست و بعد میتونه در این حکمت رشد ما تعالی ما پیشرفت ما در اون نهفته باشه حالا وقتی بحث رشد میگیم بحث تعالی میگیم بحث پیشرفت مطرح میکنیم این رشد و پیشرفت رو تعالی دیگه و که از نظر ساهریه دیگه و از نظر باطنیه چون ما عقیده ما مسلمان ها اینه که خداوند انسان را و بلکه غیر مسلمان ها انسان را یک بعدی که نیافریده بله. ما که فقط بعد جسمانی ما که نیست بلکه بعد روحانی ما هم هست بعد باطنی نفسانی ما هست بالاخره این انسان باید رشد کنه اگر قرار باشه صرف تمام وظیفه ما ای باشه که ما بیاییم همیشه در طول سال در طول ماه در طول سالها بخوریم و بخوابیم و بعد ایاشی که یک در تفسیر دارن از زندگی فقط صرفا او رو داشته باشیم خب پس تفاوتی بین ما و بقیه موجودات در این جمله حیوانات نمیشه یکی از چیزهایی که تونسته مدال بشه ملاک بشه باعث امتیاز بشه همین حضور جنبه معنوی انسان و درخشش جنبه معنوی انسانی است که به او رشد میده و روزه یکی از کارهایی که میتونه همینه با اسمش که این جنبه معنوی و روحی انسان رو بالا ببرد و بعد این انسان بتونه در زمینه رشدگاهی و به اصطلاح در مسیر معراج حرکتش حرکت رو به سعود باشه رو به بالا باشه اوج بگیره و بسیدی چی بسیدی همین روزه خب سوال ممکنه به ذهن شما به ذهن که ما بیایه و اینه که با گرسنگی هم مگه میشه آدم بیای گرسنگی تحمل کنه آدم بیای تشنگی تحمل کنه ببینید در این روز گرفتن و در این سیستم دستوری که وجود مقدس پروردگار عالم داده همه چیز لحاظ شده ام. به هر دو بعدش توجه شده حالا من خیلی ساده میگم که حالا بینندگان عزیز همه کسانی که پای تلویزیونی لحظات نورانی نشستن دقت کنن توجه داشته باشن خصوصا که خب روزهای اول ماه مبارک رمضان روز اول ماه رو داریم بنابراین بتونیم ما این ماه رو با یک آمادگی بیشتری از آغاز به سرا شروع کنیم و بعد به اتمام برسانیم ببینید یک سال دوازده ماه هم. در طول این دوازده ماه یازده ماه دیگر ماه معده شما اگر نگاه کنید از بود جسمانی ما اشاره این معده در طول یازده ماه فعالیت داره میکنه یک سر به اصطلاح صبح زور شب بین روز غیر زاده که فعالیت میکنه شما نگاه کنید اگر یک وسیله نقلی هم دارید گاهی وقتا بو بر یک ماه یا چه روز یا گاهی میگن نمیفهم ما روغن رو عوض کنیم مثلا هر چند چه روز عوض کنید بله. چقدر عوض کنید او برسید اگر انسان بو نرسه مشکل پیدا میکنه یا حداقل اگر نیاز استراحت داره. برای و نیازه الان این معده این 24 ساعته در طول سال هی داره فعالیت میکنه یک زمانی یک بسا استراحتگاهی یک محلی به کار داره که بتون از استراحت کنه خب وقتی این استراحت به وسیله روزی ایجاد میشه بعد این چقدر تاثیر میگذاره خیلی دیدم از نظر جسمانی رشد کردن خیلی گرفتاری داشتن به وسیله این روزه برطرف شده ما آدمای دلمی اراد میشناسم که خیلی سردردهای شدیدی داشتن و ما روزی گرفتیم خوب شدیم روزی گرفتیم میده درده که در حال که خیلی میگن شما وقتی میده درد روزه نگیرید گفتم تجربه که حالا اون که چون انواع فرق میکنه بله. متفاوته در این قسمت گرفتش خوب شده چون ما در روایت داریم که سومو تصحیح سومو تصحیح روزه, روزه بگیرید, بگیرید تا سالم بشید شوید. بله. ببینید سالم بشید پس بنابراین اینا این اهمیت موجود میرسانه که هم به بعد جسمانی توجه کرده گفتم خدا خدای حکیمه دستوراتش از روی حکمت همه این ابعاد منظور شده و همچنین از نظر معنوی خب از نظر معنوی بودم روش میده حالا در آثار و فواید اشاره میکنیم که یک روزی که انسان میگینه خوابش چه تاثیر داره نمیدونم دیگه برنامه‌های معنوی که میتونه در روز داشته باشه یا در شب داشته باشه چقدر بتونه به رشد ادبی افزای لذا به همین جهت و به همین تناسبه که فرمودن که این ما میبینی هم باعث مغفرت هم باعث برکت میشه هم باعث رحمت بر جامعه پس بنابراین این اهمیت روزه را میرسانه و خصوصا اون روایت و حدیث مشهوریم که از وجود گرامی پیامبر اسلام داریم که در اون جمعه آخر شعبان یا روزهای آخر شعبان فرمودن که ایوه الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره ببینید تا ویژگی داده پیامبر به اینجا روی آورده به شما ای مردم ماهارمزان با تا پس تو پسوند ارزشی و ارزشمند بل یک برکت آورده به رحمه به ببینید هم رحمت با خود داره هم مغفرت داره هم برکت داره خب اینا همه تاثیرگذاره گذاره در زندگی انسانه شهر دعیدم فیه الی ضیافة الله و اسمش به وسیله این کار به وسیله این روزه گرفتن شما بشید مهمان خدا میشه میزبان کیه خدا میهمان کیه بندگان خدا خب حالا در این مهمانی ذات مقدس پروردگار عالم که این انسان در این مبارک مهمان پروردگاره خب طبیعتا سر سفره و دسترخان میزبان مثل خدا آدم وقتی می نشینه در او چی تاثیرات می هم تاثیرات جسمی هست هم تاثیرات روحی هست هم رشد جسمی هم رشد چیه؟ رشد معنوی و روحی برای ایجاد میشه پس نتیجه چی میشه؟ مسیر زندگی که این انسان داره که باید رو به رشد باشه رو به تکامل باشه اون مسیر رو بدین وسیله میتونه به صورت درست و پیمایه اینی که جایگاه رو داره هم از قرآن پس گفتیم واجب شده بله این روایت پیامبر که فرمودن هم با صحت و سلامتی در مجموع میشه که حالا در فواید هم اشاره میکنیم و هم با اسمش که انسان اون مسیر رشد و تعالی و کمال خودش رو پیمایه. حالا کسانی که ممکنه حرف اولی که شما اشاره ده ده. کردی بگن که نمیدونم چی هست ای روزه, چیه ما که نگرفتیم ما که چیکار کنیم او نگیرن دارین نگیرن خیال می‌کنید که اینا که نگرفتن فایده بردن به جای رسیدن به جای جا رسیدن که بقیه نرسیدن فرض کنین حالا خیلی یک مثال عوامانه و ساده میزنم گیرمی که گازم این کی در دنیا خبر آورده که باز بگم بهشت و جهنم فلان گیرمی ای که اینا که گرفتن اولا که از نظر ظاهری رشد پیدا کردن از نظر ظاهری به بدن اینا فایده کرد بله. این فایده بردن گیرمی که جهنمی هم بود بر فرض حالا الله حرف بعضی ها میگن بهشت هم بود اون اینو چیکار میکنن خیلی خیلی خود من حرف بزنیم مثلا اینایی که نگرفتن چکار میکنن چی جواب میخوان بدن چون آمدانه راه برگشت سالم هم نیست راه برگشتن نیست آمدانه با همه چیز خودن دهنکجی کجی به دینم کردن خب اینا چی چیکار مان بکنن پس بنابراین اینجایی که این میرسونه که ما باید تن بدیم به دستور اون خدای با تکرار میکنم این ارزشمند الهی رو خدای حکیم خدای حکیم بله سپاسگزارم از شما خیلی ممنون برمیگردیم با صحبت میکنیم آقا روزه بگیرید روزه گرفتن خیلی با اهمیت طوری که حضرت استاد گفتن روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان بسیار, بسیار بسیار با اهمیت هست و مثلا در زندگی ما در جسم ما همچنان روح ما بسیار تاثیر با سزایی داشته باشه و ما رو بتونه که از بسیار از منجلاب ها نجات بده چه از لحاظ مریضی های روحی بگیم چه از لحاظ مریضی های جسمی در هر دو حالت روزه قطعا تاثیر داره چیزی هم نیست تا همین لحظات شما روزه میگیرن بعد از این حدود چه دقیقه دیگه مانده و او هم ان تمام میشه شما راحت میتونید افطار بکنین الحمدلله شکر خدا هرات حالا یک شهری هم هست که عزیزان حداقل حداقل دارن سر که بتونن یک انجام بدن و امیدواریم که توی این وضعیت کرونایی و این وضعیت بعد ای از عزیزان دیگه ما که خیر هستن و میتونن دستشون به دهنشون میرسه همسایه خودشان رفیق خودشان دوستشان اقوامشان افرادی که دارای فقر هستن را هم کمک بکنن تا از این ماه مبارک رمضان هم بتونن با خیال آسوده حداقل روزه ماه مبارک رمضان بگیرن از اهمیت ماه مبارک رمضان و روزه در ماه مبارک رمضان همینقدر بس که قرآنی رو واجب کرده و مکتوب هم هست یک امر حقیقی از طرف خدا که ما باید او انجام بدیم با هم بریم یک بخش رو ببینیم که بچه های نشر آماده کردن بعد از او بر میگردیم و صحبت ما در رابطه با روزه و ماه مبارک رمضان همچنان ادامه داره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم روزداران عزیز و بزرگوار سلام علیکم و رحمت الله از خدای مهربان و متعال خواسته و خواهانم که روزه های شما، عبادات شما، طاعات شما قبول بفرماید و توفیق روزداری خوب و با اخلاص را به همه شما مرحمت بفرماید در برنامه که در خدمت شما خواهم بود در مدت ماه مبارک رمضان می خواهم درباره دعاها و نیایش های قرآنی با شما صحبت داشته باشم از قرآن کریم آیاتی را انتخاب میکنم که او آیات گفتگو و راز نیاز با خدا را به من و شما یاد داده و ای که چی گونه و چی قسم با خدای متعال ما صحبت کنیم و حرف بزنیم ماه رمضان ماه دعایه ماه نیایشه ماه گفتگو با خدایه چقدر خوب و زیبایه که این گفتگوها و این صحبتها و این ها را ما از قرآن کریم که کتاب خدای کتاب الله و در این ماه مبارک نازل شده از قرآن کریم یاد بگیریم امروز اولین آیه را که انتخاب کردم برای شما ارز کنم آیه 186 سوره مبارکه بقره ها. ای این آیه راجع به اصل دعا به من و شما صحبت کرده و حرف زده آیه شریفه را برای شما میخوانم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون خطاب به پیغمبر گرامی اسلام فرمات أي ای پیغمبر ما كي من از ما سوال کنن درباره تو سالکه پرسان کنن بپرسن عبادی بندگان من عنی درباره من خدا کجایه خدا با خدا چگونه حرف زنیم خدا چه کار میکنه فعنی قریب قطعا من نزدیک هستم هر جا که باشی در هر مکانی که باشی در هر زمان من به شما نزدیک هستم اجیب و دعوت و اذا من اجابت میکنم جواب میدم دعوت دعوت کننده را اذا دعانه وقتی که دعوت بکنه وقتی که دعا بکنه وقتی که از خدای متعال بخواهد وقتی از خدای متعال بخواهد خواسته باشد خواهش کنه دعا کنه با خدای متعال من دعای دعوت کننده را اجابت میکنم فلیستجیبولی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون پس باید چیکار کنن؟ طلب اجابت کنن وَلْيُؤْمِنُوا و به وَبَمَا ایمان داشته باشند لعلهم يَرْشُدُون تا که به رشد برسن تا هدایت بشن و به کمال برسن ببینید عزیزان و بزرگوار این آیه شریفه به من و شما میگه که خداوند متعال به شما نزدیکه شما میخواین با خدا حرف بزنین میخواین با خدا صحبت کنین ما این که خدای متعال حرف شما رو بشنوه شک نکنین خدا نزدیکه شما در خانه باشین سرکار باشین مسجد باشین به هر جایی از دنیا باشین خدا نزدیکه البته بعضی از مکانها و بعضی از زمانها برای دعا بهتره مثل این ماه مبارک رمضان در ماه مبارک رمضان خداوند متعال عنایت ویژه میکنه عنایت خاص میکنه به همه بندگان خو توجه میکنه سفره بزرگی را پهن کرده در این ماه مبارک رمضان تا که بندگانش بهرمند بشن استفاده کنن از این سفره کرم و خان کرم خداوند متعال همچنان که بعضی از مکان ها مکان های مقدس مسجد الحرام مسجد النبی مساجد الهی مکانهای مقدسی که اولیاء خدا در اونها دفنند خود مدفن مقدس پیغمبر گرامی اسلام این مکانها باست فرق میکنند تفاوت داره دعا در اونجا ارزشمندتره خدا قسمت روزی همه ما و شما بفرماید انشالله. اجیب و, و دعوت دعای ازاد آن درس دوم اینه که من دعوت دعوت کننده را اجابت میکنم یعنی شما برین خدا رو بخوانین از خدا بخواهین حتما حتما خدا جواب شما رو میده اما نکته که هست ممکنه شما سوال کنین که ما خیلی وقتا دعا میکنیم دعا ما مستجاب نمیشه دعا ما خواسته ما برآورده نمیشه حضرت علی علیه صلات و سلام جواب مار داده فرموده که ببینین شما که دعا میکنین دعای شما اصلا بی اثر نیه حتما حتما اثر داره گاهی وقتا اثر دعا اینه که خدای متعال دعای شما رو مستجاب میکنه همون حاجت شما رو به شما برآورده میکنه فوری گاهی وقتا حاجت شما رو فوری برآورده نمیکنه بعدا به شما میده شما الان از خدا فرزند میخواین خدا ده سال بعد به شما فرزند میده شما خیال نکنین که این ده سال بعد کدام اتفاق دگی افتاده نه همون ده سال قبل شما تقاضا کرده بودین خدا الان داده به خاطر یک مسلحت تاخیر انداخته گاهی وقتا خدای متعال اصلا دعا شما رو مستجاب نمیکنه او چیزی که شما میخواین خدا به شما نمیده اما یک چیز دگی بهتر از او میده شما ببینین ما هر که در زندگی داریم اینار خدا به ما داده کستگی به ما نداده ای که خدای متعال اینار به ما داده خب چگونه داده بعضی از این چیزهای بزرگ و ارزشمند که به ما داده به خاطر دعاهای کردیم ما دعا کردیم از خدا خواهش کردیم از خدا تقاضا کردیم از خدا خواستیم خدای متعال ما ما کار کرده عنایت کرده و خواستیم ما برآورده کرده او خواسته رو برآورده نکرده یک چیز دیگه به ما داده و گاهی حضرت علی علیه السلام فرمودن گاهی وقت هم خدای متعال اصلا چیزی به شما نمیده و ذخیره آخرت شما میکنه وقتی ذخیره آخرت میکنه در آخرت به شما عنایت میکنه در حدیث روایت میخوانیم که روز قیامت میشه بنده وقتی پرونده اعمال خور میبینه کارهایی که کرده اینار نگاه میکنه از این میگه خدایا در اینجا ثواب های خیلی عظیم و بزرگی من میبینم که من اینا اصلا انجام ندادم اینا چیه خدای متعال میفرماید که بنده ای من این دعاهایی که تو کردی و مستجاب نشد دعای تو بی اثر نمونده من دیدم دعا و دعاتور پاسخ دادم و پاداش دادم برای تو اینجایی که او بنده آرزو میکنه میگه ای کاش خدای من من دعاهایی کردم هیچ کدام مستجاب نمیشد این فکر ما باشه ما گاهی وقتا از خدا پول مایم ما گای گاهی وقتا از خدا فرزند مایم ما گای گاهی وقتا از خدا خونه مایم ما گای گاهی وقتا از خدا مایم ما که قرض ما را ادا کنه گاهی وقتا از خدا مایم ما که فلان حاجت ما را برآورده کنه ولی میبینیم که حاجت ما برآورده نمیشه ایر فکر نکنیم که خدا نشنیده خدا شنیده خدا توجه کرده اما مسلحت ما ندیده که همو حاجت ما را برآورده کنه اما بیپاسخ نگذاشته حتما به ما داده منتها نکته بعدی که به ای آیه میگه فلیستجیبولی باید طلب اجابت از خدا بکنیم واقعا از خدا بخواهیم ولی امینو بی ایمانم داشته باشیم ایتا نگیم که حالا دعا میکنه معلوم نیه بابا دعای ما بگیره نگیره معلوم نیه خدا با ما بده نه نه ما ای رقم ولی یعنی ایمان داشته باش به خدا که خدا قادر خدا توانمنده حتما حاجت شما چه میکنه برآورده میکنه لعل هم شدون آخرین نکتر که از مهم به شما استفاده کنم دعا باعث رشد انسان میشه گفتگو با خدا باعث رشد انسان باعث کمال انسان میشه هیچ وقت دعا فراموش نکنیم هیچ وقت راز و نیاز با خدا فراموش نکنیم حتما با خدا حرف بزنیم و صحبت کنیم از خدای متعال میخوایم که بهترین چیزهایی که به بهترین بندگان خو عنایت کرده به ما هم در این ماه مبارک رمضان عنایت بفرماید و سلام علیکم و رحمت الله اینجا برنامه مهمان خداست و شما هم خوش آمدید در اولین برنامه در اولین روز از ماه مبارک رمضان اولین برنامه از مهمان خدا همه شما عزیزان را دعوت میکنم به صحبت های ما به ای که ببینیم که ما در ماه مبارک رمضان چگونه روزه باید بگیریم و از فواید روزه صحبت بکنیم از آثار روزه صحبت بکنیم طوری که در بخش اول هم در رابطه با اهمیت روزه صحبت کردیم فرارسیدن ماه مبارک رمضان به تک تک شما بندگان خالص خداوند عزیزانی که دعوت شدید به این ماه تبریک باشه امیدوارم که تا آخر ماه با صحت مندی بتونید ماه مبارک رمضان روزه بگیرید و درک بکنید ماه مبارک رمضان و رحمت و مغفرتی که در این ماه بزرگ و الهی هست و ما میتونیم از استفاده بکنیم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج رجب زاده هستیم برنامه مهمان خدا هست و تا افطار با شما خواهیم بود حضرت استاد ما صحبت کردیم در بخش اول در رابطه با اهمیت ماه در اهمیت روزه در ماه مبارک رمضان و صحبت های پراکنده هم اول مکسیزایر مطرح کردم که شما در طی صحبت های همه به اونها هم اشاره کردید حالا این پردازیم به یک سری بحث های دیگه که دوباره رفت پیدا میکنه به همون سوال اول مکه ادهی حالا خدچه وارد میکنن آثار و فواید ماه که رمزان را هم زیر سوال میبرن ادهی حالا من میگن که مثلا روزه میگیرن به خودتان گشنگی میدین تشنگی میدین بدن سلولایش دیگه و دیگه اینا هم از کار میفته یا یک سری چیزای دیگه شما در بخش اول گفتید که نه تنها از کار نمیفته بلکه اونا رو با تقویت دیگه ای داره آماده میکنه برای بعد از ماه مبارک رمضان حالا در کنار ای قطعا روزه یک آثار و همچنین یک فوایدی داره دیگه چیزی که خدا وقتی یک امر رو میکنه قطعا داخل از او خیر و ثواب زیادی هست یک چیزیه که برای همه مبرهن هست هر کسی که کمی به خدا آشنایی داشته باشه میفهمه که در امرش قطعا یک چیز نهفته هست همچنان در نهی در هر دو حالت یعنی خداوند همه چیز طوری که شما گفتید خداوند حکیم هست و از بله. همه چیز آگاه هست راجع به فواید و آثار روزه صحبت بکنه، حضرت استاد در این بحث خب فواید زیاده فواید روزه که میشه دو قسم کرد. فواید و آثار و نکاتی که در این روزه و در این ماه مبارک کرمزان میگه که در واقعی یعنی ستاره رو در مجموع من اشاره میکنم ببینید بعضی همون جور که اشاره کردم در بحث بعض اهمیت بعضی از این فواید و آثار در جسم فواید جسمانی همون جور که اشاره کردیم روایات میگه شما روزه بگیرید سالم میشید سمو تسیخ و یک نکته بنابراین پس با روزه گرفتن ما مریض نمیشیم این یقین بدانید آدمایی که سالمن این دوستان و بینندگان عزیزی که برنامه رو پی میگیرن دقت بکنن هیچ کسی با روزه گرفتن مریض نشده آدم سالم شرطی که بتونه برنامه ریزی داشته باشه در کیفیت روزه گرفتن گاهی ما ها طرف میگه ما روزه گرفتیم بعد خوبم نشدیم بمانه که بدتر شدیم وقتی از اون میپرسیم که چیگونی ببینیم اون قد خورده در ماه رمضان که میگه در غیر ماه رمضان نمیخوردیم <applause> جبران همه رو گویه که در ماه مبارک رمضان کرده خب این برای نیست یکی از فلسفه های اینه که ما روزه بگیریم تا یک مقدار گرسنگیر بکشیم بچشیم تشنگیر و بعد از درد گرسنگان آگاه بشیم از تشنگی تشنگان ما هم یک مقدار لمس بکنیم از تشنگی که فردای قیامت ممکنه ما گرایبان ما باشه که ممکنه که حتمی چون همه او باید درک کنیم و ببینیم این باید ما چی؟ از او آگاه بشیم پس بنابراین این نیاز با یک کار با این تمرین هایه. با این چشیدن های این گونه ایه ای خیلی میتونه اثر گذار باشه پس بنابراین اگر با برنامه به صورت درست به صورت دقیق خواب ما منظم مرتب باشه حساب شده باشه نه کل روز دادن فقط صرف خواب که خواب عبادت چیه اینجوری نباشه انسان واقعا سالم میکنه دیده شده بعضی از در آین های دیگر کمی الان هم هست در این زمان ما و شما یک وقت یک مجله بود چی بود میخوندم از یکی از این کشورهای خالی یا مسیحی بودن و غیر زالک اهل کتاب بودن بالاخره بله اونا سفارش میکردن که شما هم گاهی ما این اگه یک روز هفته یک روزی ما یک دو روز روزه بکیریم بله در مسیحیت روزه هم داره ما الان نه او که در گذشته بوده که بله قرآن سریح میگه همین الان فیلی دارم مرز میکنم م. در این زمان ما و شما گاهی سفارش من شما یک دو روز بگیرید حالا سبکر کار ندارم با چی سبک بوده من توی کار بکنی فایده داره برای شما بعد می‌بینین که دانشمندان کتاب می‌نویسن در رابطه با فواید الا دوستانی که میخوان مراجعه کنن مراجعه کنن که شون بحث ما در این خصوص فقط نیه ای یک نقطه پس آثار جسمانی و فواید جسمانی زیادی داره ارز کردم به معده فایده داره به اعضا و جوار فایده داره به کلا این سیستم گوارشی ما که گاهی وقتا مشکل شده اینا اثر گذاشته دوستان که اتبا هستن در این قسمت اشاره میکنن این یک بحث در اینجا علاوه بر این فواید جسمانی فواید معنوی داره چیزای گیر آدم میایه این فواید منو اینه آثار اینه یک چیزای گیر آدم میایه آدم که ممکنه در غیر روزه کمتر بو به بوتان برسن به وسیله خدا یک سهولت ایجاد کرده اولین چیزی که داشت اینه ورود در بهشت الهیه آدمایی که روزه دارن یک روایتی هست منتصب به وجود گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حضرت می فرمند در بهشت دریه بله به نام ریان که مخصوص روزه دارایه این هشت دربه که میگن بهش داره هر دربه یک مجاهدی المجاهدین بابل چیه فلان یا یک ده مخصوص کی مخصوص روزه دارانه اینایی که در ماه مبارک رمضان را گرمار تعامل کردن تشنگی تعامل کردن گرسنگی تعامل کردن یعنی به حرف خدا کردن اینا که میگیم تعامل کردن یعنی به حرف خدا خدا گفته یا کته چشم. کرده. ای الذین کته بوده گفته چش تعبدن قبول کرده این آمده فردا وارد چه میشه یکی از آثار اردشمن از اون در وارد میشه وارد بهش, 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 بهش میشه این یک دو ما الان استاده میشه مثل نماز میخونیم صبح ظهر عصر مغرب عشاء پنج وقت نماز رو ما شما میخونیم دیگه بله خب بعد در حال بیداری دیگه نماز خونده میشه ام. یک یا مثلا فرض نصف شب بلند میشیم حالا اونایی که اهل تهجدن چند رکعت نماز میخونن عبادتی دیگه در اینجا ببین ای این بادی ها حج میریم از بلند میشیم حرکت میکنیم میریم در اونجا بعد همه این از اینا در حال بیداریه بله در بیداری عبادات داره انجام میشه اما تنها تنها عبادتی که جالبه که خوابی هم عبادت حساب میشه روزیه روزه هست شما در ماه مبارک رمضان اگه میشه نو فیه عباده در همون روایت و حدیث شریف پیامبر بود دیگه که گفتم اشاره کردن آخر شعبان اشاره کردن ببینید نو مکم فیه عباده خواب شما در عبادته آدم روزه بگیره هیچ کارم نکنه نظر ظاهری عبادت دیگه هم انجام نداده خود به خود پرونده و چی بنویسن سواب بینی بنویسن و حسنه بنویسن حسن پس بنابراین این فایده ارزشمندیه این دو تا از فواید فایده سوم که در همون روایت باز آمده که در تتمه حضرت میفرمایند اینه که در این ماه در این ماه شریف مبارک رمضان میفرمایند که شیاطین در غل و زنجیرن برای که یک سهولتی برای بندگان خودش خدا ایجاد کنه مهمانی دیگه بله. شما دیدین که وقتی یک میزبان یک سفره تمام عیار عمومی میگذار و پن میکنه برای حتی،, حتی حتی کسانی هم که دوست نداره گاهی وقتی میان سر سفره میشینند عمومی دیگه بله. از اون استفاده میکنن در این دسترخوان خدا در این سفره الهی خود روزه دارم از دو خوب بهره میبرم، اینا که سر جاخ محفوظه حتی حتی همینه که دنکجی به روزه میکنن اینا هم استفاده میکنن همینا هم دارن بهره میبرن بله متون هر کدوم نحوه خاص خود خود داره همینا هم دارن از این ما استفاده میکنن از برکتی و از اقتصادی و از برخوردی و از معاشرتی و از اطعامی که میشه از برنامه‌ای که صورت میشه از افطاریایی که نور رو دعوت میکنن 10 تا روزه دار خوب به این بعد بعضا 2 تا غیر روزه دارم گاهی در مجالس عمومی پیدا میشن و هستن اینها پس اینا همه اثراتی که در اینجا داره بنابراین این باعث میشه که سومین فایده چیه نکته جهنم در هابسته شیاطین در قلو زنجیر چهار روزه در روایت داریم که نتون یعنی سپره من النار یعنی با اسمش قدم رو در مقابل آتش کنه، سپر بشه نگه داره چرا چون توان و انرژی برده بالا حالا ممکن این سوال بزن بیایه، چی هم روزه سفره آه. در حالی بدن تضعیف ما دیگه ما که ضعیف شدیم من. یک روزی که ما تونستیم اونجا به اصطلاح در مقابل آتی چیزی سپر شد سپر بودن به اینه که ما وقتی روزه میگیریم با روزه گرفتن میگیم چیکار میکنیم از صبح تا شب از موقع اذان صبح تا اذان مغرب میم از چیزهایی که ما حلاله حلاله مم. خدا حلال کرد اینو بخور آب نان غذا به اصطلاح برخورد با معاشرت های حلال هم که داریم اینها اما میبینیم در ماه مبارک رمضان ما میون چیکار میکنیم همین حلال ها رو برای خود خوب اصطلاح حرام, می‌کنیم یعنی استفاده نمیکنیم منظور اینه ایم. چندین ساعت خاصه همین ساعت خاصه غذایی که قبلا میخوردیم الان نمیخوریم خب وقتی این کاری میکنیم ما سیر و تمرین میکنیم این اراده میبره بالا قوی میشه یعنی چی ای تو انسان که در مقابل یک گناه خیلی ضعیف بودی از پدر میامدی کنی. نمیتونی کنی نمیتونم شده که در مقابل همسرت در مقابل حلالت در مقابل نمیدونم قضای حلال که باید میخوردی میلم داری میری در اختیار باز میکنی خصوصا محمد چیز که گرم همه چیزم موجوده ما دست برداری اما دست نمیبری نمیخوری خب ببینید پس اراده رفت بالا یعنی میتونی پس ای با اسمشه این باعث میشه که انسان بتونه جلو نفس و کنترل در آتیه و در آینده بعد از ماه رمضان تا در خودش چی بگیره پس این جایی که میتونه وقت سفر به چی اینه که ما گناه نکنه از گناه خود رو حفظ کنیم پس نتیجه ان بریم بهش میریم حتی اگر بستر هم مساعد باشه برای بله. گناه باز که نه چون اراده اراده, اراده شده اعظم با رفت بالا پس این نمیگذره در اینجا اینا نکته زیاد شدن پاداش ها قران الان جلوی ما شما گذاشته این رو باز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم یک سری از مبارک آیات قرآن و یک سری کوچیک حتی میخونی سوری کوسر یک آیه میخونی یا سوری کوسر مثلا سوری توحید مثلا میخونی یا یک آیه میخونی این یک آیه می از که شما در غیر ما چقدر مضاعف میشه ام. پاداشا میره بالا یک سوری الان می از که شما در غیر ما رمزان چی یک ختم قرآن انجام دادید یک آیه خوندید برابر اینکه یک ختم قرآن انجام خوب ببینید چقدر پاداشه ما در قرآن داریم که گای میگه یک دانه گندم شما میکارید یک خوشه در خوشه هفتصد خوشه میشه گاهی هفتصد برابر ثواب میشه این همین میده در مبارک رمضان جمع میشه آموزش و مغفرتی که اشاره کردم هسته این موقع افطار چند لحظات دیگر اینو خیلی مهمه باید دقت کنن بینندگان یکی از چیزهای لحظه های بسیار بسیار قشنگ رمضان لحظه اینه. بسیار ارزش این مفت دست ما خیلی دقت کنیم خیلی ارزشمنده حتما و حتما وقتی که میخواد افتار کنید یک دعای حتما باید داشته باشید یک دعا کوشش داشته باشید این دعا حتما اجابت میشه چون روایت داره ما هر شبی میلیون ها انسان رو خدا میبخشه میلیون انسان بله خب اینا فقط در ما بستر در غیر ما مبارک رمضان فراهم نه این زمینی حتی آمار جنایات شما در کشورهایی که یا در جایی که جنایت میشه شما میبینید به هر دلیل در ماه رمضان که میشه آمار جنایت خود به خود کاهش پیدا میکنه مم. اینا تاثیرات روی روانی اجتماعی است که باز میتونه فوایدی که روزه داره و برای اجتماع برای جامعه میتونه داشته باشه پس بنابراین این فواید حالا چند که اشاره کردم که زیاد طول نکنم جواب شما را پس نتیجه ای شد که هم به بعد جسمانی ما فایده داره باعث سلامتی میشه باعث رشد میشه باعث انگیزه قوی میشه و هم به بعد معنی و روحانی ما بله. باعث میشه اون فواید را هم در دنیا و هم در آخرت ان بتونیم به دست بیاریم بله سپاسگزارم از شما عالی بود از استاد امنون استفاده کردیم از شما بریم یک بخش ببینیم و برگردیم بینندگان گرامی ما ماهی هست که از هر طرف اثراتش معلوم میشه فوایدش معلوم میشه همه چیز هم در گره وزی هست که ما اراده داشته باشیم با اراده کامل بتونیم که اطاعت خدا را انجام بدیم عبادت خدا را انجام بدیم در ماهی که طوری که حضرت استاد گفتن یک آیه خورد خواندن از قرآن برابر با ختم قرآن کردن در دیگه ماه ها هست چرا استفاده نکنیم زمانی که میدان در دست ماست اگر بخوام کمی آمیانتر صحبت بکنم توپ میدان در دست ماست چرا گل نزنیم وقتی که میتونیم برنده باشیم پس نبازیم میدان علکی امیدوارم که تا حال انرژی رو داشته باشین و بیننده برنامه مهمان خدا باشید مهمان خدا تا آخر ماه رمضان با شما هست یک بخش دیگه هم صحبت داریم با حضرت استاد صحبت ما در بخش سوم زیباتر خواهد بود چون موضوعی که انتخاب کردیم جالب هست همه شما رو دعوت میکنم که بیننده یک بخشی بشید که عزیزان ما آماده کردن بعد از او برگردید و صحبت هایی که در ادامه خواهیم داشت را بیننده باشید بندان گرامی از بخش خوراک رمضان در خدمت شما هستیم چگونگی غذا خوردن از دیگر نکات مهمی است که باید در ماه رمضان به آن دقت کنید یکی از معضلات غذا خوردن در ماه رمضان که معمولا بنابر کمبود وقت یا استرس داشتن وقت سحر اتفاق میافتد سری غذا خوردن است این کار به هر دلیل که باشد تاثیرات مزرش به روی معده بسیار شدید خواهد بود و عواقبی ناگوار به دنبال خواهد داشت بنابراین با آرامش غذا خوردن و نخوردن آن در شرایط نگرانی استرس و ناراحتی بسیار در تامین سلامتی دستگاه گوارش موثر است نکته دیگر در مورد تغذیه در ماه مبارک رمضان این است که باید به زمان صرف افتار و شام توجه داشت. نباید بدون در نظر داشتن حجم غذای خورده شده در افتار وارد مرحله شام خوردن شد. صرف افتار باید در اولین فرصت ممکن انجام شود تا تداخلی با زمان شام خوردن پیش نیاورد فاصله زمانی افتار و شام باید آنقدر باشد که در موقع صرف شام غذای حزم نشده در میده نباشد بهتر است برای افتار خوراکی های سبک بخورید که بتوانید زمان شام غذای کافی میل کنید زمان شام خوردن هم باید طوری برنامه ریزی شود که تا قبل از خواب زمان کافی برای هضم وجود داشته باشد و نباید با شکم پر به رخت خواب رفت یادتان باشد نوع غذایی که هم میخورید خیلی مهم است غذاهایی که ما میخوریم مهمترین فاکتور تعیین کننده سلامتی و بیماری های ماست ما عوامل متعددی چون عدم اطلاع از مواد غذایی قدرت هوس در انتخاب انتخاب غذا در تنوعات مکانی زمانی تبلیغات تولید کننده ها و انتخاب بر اساس قدرت اقتصادی در انتخاب نادرست غذایی ما دخالت دارند. وقت افتار افتار خود را با آب جوش، شیر یا چای باز کنید هنگام افتار از مواد قندی که به سرعت جذب می شود مانند خرما، کشمش، اصال یا نباد استفاده کنید و سعی کنید برای این وعده سوپ، فرنی یا آش رقیق بخورید نو آش هم مهم است مثلا اگر آش رشته در زمان افتار می خورید باید آن را به عنوان غذای کامل در نظر گرفت از مصرف زیاد مواد غذایی پرچرب در وعده افتار خودداری کنید. این مواد غذایی باعث بی در هنگام سهر می شوند. فاصله زمانی بین افتار و شام را رعایت کنید. زمان شام هم سعی کنید که با غذای سبک، کم و فیبردار مثل سوپ و سبزی ها یا سالات که فشار چندانی به معده وارد نمی کنند شروع کرده و سپس به سراغ شام اصلی بروید. شام بهتر است از, از منابع پروتئینی کم چرب باشد به عنوان مثال مصرف تکه ماهی یا سینه مرغ کبابی همراه با انواع سبزی های بخارپز شده مانند هویج لوبیا سبز نخود فرنگی و ذرت بسیار مفید و انرژی است در زمان افتار به نکات زیادی باید دقت کنید مثلا از آشامیدن آب یخ یا نوشابه خیلی سرد پرهیز کنید چای پررنگ نخورید مواد غذایی شیرین و چرب در هنگام افتار باعث تشنگی می شود و مصرف زیاد نوشیدنی ها به ویژه مایعات خنک با رقیق کردن اسید و انزایم های دستگاه گوارش سبب اختلال در هضم و جذب مواد غذایی می شود و مشکلاتی مانند درد شکم و نفخ را ایجاد می کند. مصرف دیرهنگام مواد غذایی باعث به تاخیر انداختن خواب و در نهایت بی‌اشتیایی و بی‌حوصلگی هنگام سحر شود. بنابراین بهتر است از, از مصرف آنها در ماه مبارک رمضان پرهیز کرده یا به صورت کم آب و کم نمک در ودای افتاری خورده شود. و اما خورما کارشناسان تغذیه معتقدند که بهتر از روزداران از خورما یا کشمش برای آغاز افتار استفاده کنند زیرا این دو سبب کنترل اشتها می شوند و از پرخوری به هنگام افتار ممانعت می کنند. علاوه بر آن مصرف خورما در ماه مبارک رمضان در تنظیم قند بسیار مفید است. لذا توصیه می شود که در وعده افتار حتی المقدور سه الا پنج عدد خورما مصرف شود. اما از مصرف بیش از حد خورما نیز مانند سایر شیرینی ها باید پریز شود. توصیه این است که در زمان افتار و سحر تا حد امکان به جای مصرف انواع شیرینی ها مثل زولبیا و بامیه که فقط حاوی انرژی و فاقد مواد مغذی ویتامین ها و مواد مدنی هستند از مواد غذایی طبیعی مثل خورما، کشمش و انواع میوه در حد متعادل استفاده شود. دقت داشته باشید که افراد در مصرف انواع شیرینی به انگام هفتار چاقی و اضافه وزن را به دنبال خواهد داشت. مصرف خرما در افتار علاوه بر این که در روایات و احادیث به آن بسیار توصیه شده است سبب کنترل اشتها شده و از پرخوری در افتار جلوگیری می کند خرما همچنین موجب تنظیم قند خون و بازیابی توان ذهنی و ازولانی می شود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله علی و سلم می هر کس با خرمای حلال افطار کند ثواب نمازش 400 برابر می گردد. ادامه برنامه خوش آمدید لحظات اندکی مانده تا برسیم به لحظه افتار لحظه ای که حضرت استاد توصیه کردن که بیشتر دعا بکنیم امیدوارم که دعا بکنید در چه این لحظاتی تا رسیدن به افتار یکدیگر من رو دعا بکنیم که خدا همه ما را از بلاها نجات بده همه ما و شما را از گرفتاری ها نجات بده مریضا رو ان شفا بده و این ویروس ناخوانده هم گم بکنه و در کشور ما به او آرزوی دیر که داریم چند دهه هست و نیاز داریم صلح حاکم بشن انشاءالله در کشور عزیز ما و شما صحبت ما در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه هست از رت استاد و شرایط یک شرایط بسیار بسیار در خفقان قرار داریم حقیقتا اگر بخوایم صحبت بکنیم کالا مردم در خانه ها قرانتینه به خاطر یک ویروس بسیار اذیت کننده که به نظرم اول به ای بپردازیم بعد از او باز یک سوال دیگه هم مطرح خواهیم کرد که انشالله صحبت میشه راجع ویروس کرونا وقتی که مثلا حالا آمد و ماه رمضان هم نزدیک شد بین مردم حالا یک سری حکم از طرف مراجع تقلید هم پخش و نشر شد حالا که دی آمدند و بعضی از همه حکم ها را تحریف کردند و پخش و نشر کردند حالا یک ادعی دیگه یه هم آمدند اصل حکم را آمدند و گفتند مثلا آیت الله سیستانی راجع ازی این قضیه نظر بسیار جالبی داشت که بسیاری ها توجه کردند به این قضیه چون یک بعد از او ای بود که اگر یک سری مطالبی را مد نظر شما هست که پزشکان به شما توصیه میکنند و چیزی که شما آگاه هستید نسبت به او که میخوام از دهن شما بشنوام این هست که دارن برای خودشان عزیزان ما بعضی از عزیزان که تعدادشان خیلی معدود هستن انگشت شمار هستن یک سری مباحث دیگه را مطرح میکنن برای روزه نگرفتن در حالی که حالا شرایطی رم قرار داده آیات اعظام در رابطه با قضیه حکم روزگیری با شرایط کرونا با شرایطی که حالا دکترها میگن باید حلق همیشه خیس باشه و میوه ها استفاده بشه و انرژی بدن و اینطوری مردم چیکار بکنن حکم روزگیری چگونه هست ده. ببینید سوال خوبی گرچه خوب این روزها قبل از اینکه که ماه رمضان بشه این سوال زیاد بود یه باعث مطرح بود و خب طبیعتا حالا اولین روز مبارک هسته این رو هم بیشتر باز بشه و توضیح بدیم بد نیست اینجا ببینید این جریان این مرض و این ویروسی که آمده هر کسی که مصابه خدا نخواسته گرفتار این مرض شد بله. دقیقا حکم این مرض مثل مرضی های دیگه امراض دیگه تفاوت آنچنانی نداره به این هر کس در امراض دیگه چی میگفتن آقا این می گفتن این وظیفه وظیفه شخصی طرفه اگر فلان مرض رو داره احساس میکنه بوی ضرر داره دکتر متخصص میگه تو اگه روزه بگیری چی ضرر داره خب نمیگیره دیگه هستید مثلا حالا کرونا نبود مثل سال قبل و سالهای قبل طرف ملز گرده داشت یا زخم میده داشت یا زخم میده داشت چیکار میکرد وقتی روزه بره ضرر داشت اه. وقتی به اصطلاح پیش دکتر متخصص میرفت و تخصص میرفت میگفت آقا خانم با تو ضرر داره تو بعد روزه بگیری سم محلکه حتی خب این بنده خدا نمیگریفته که داریم. بله. بس متوجه هستید این هم دقیقا میسه همونه حالا ما در رابطه با این قضیه یک ای حالت کلی تری دارم شاید ای اخیرا این سه چهار پنج هفته که مونده بود ما رو بزن شاید زیاد دیده شاید فضای می بعد آیون فوق تخصصی هایی که تخصص هایی که پیرامون این دروس بیولوژی و غیره زالک تخصصشان بود اینا آمدن نظر دادن ام. گفتن با بررسی هایی که انجام شده ویزه نه که ضرر نداره در این ایام بلکه برای تقویت بدن و سلامتی بدن مؤثره این جالبه این نظریه که از زبان یک نفر دو نه؟ متخفق تخصص ام. افرادی بودن که بررسی کردن آمدن این رو بیان کردن خوب اما میرسیم در با افرادی که خدای نخواست مبتلاین یا علائم در وجود یا علائم در این مثبت هست ام. و دیده شده واقعا خب یک بار هست که مثلا در وجود بنده و امثال بنده نیست علائم هم نیست یا تست هم دادم تست من مثلا مثبت نبوده خب طبق معمول دیگه بر من حرامه که روزه بخورم این معنا نداره چی دلیل داره بخورم در اینجا ولو کارم بخورم متوجه شدید این از این مثلا اما اونایی که این مرض رو دارن خدای از جایز نیست حرامه که بگیرن یقینا نمیتونه بگیره با اون وضعیت کزایی حالت اونو که حادن خصوصا بله. و اصلا گرفته نمیتونه در اینجا خب اونو حساب نسبایی و بعد اخیرا هم خبرم پخش شد که مستندم بود نسبتا میگوتن اونایی که خوب شدن از این مرد حتی بله مصاب بودن صد در صد بوده ها نه مشکوکی یقینی مثبت بوده مثبت بوده یا خوب شده, شده. تا 6 هفته بعد از او میگن اینا حق ندارن بگیرن وقتی خوب شده ببینید تا شیش هفته ام. بعد از او اون هم حق نداره در اینجا بگیره لذا نظر مبارکه های سیستانی و اکثر مراجع بزرگوار ما همیه میگن هر کس وظیفه شخصی خوده نه اگر دید برای او ضرر داره این مرض نباید بگیره خب میک که هیچ مبتلای مثلا نیستم یا خود نه شما مبتلا نیستید پس برای ما واجبه که باید هیچ مشکلی برای ما نداره خب اما این حرفی که بعضی اومدن گفتن که آب مگر حتما خورده باشه و تشنگی و اینها خب اینا آدمایی که مصابم مثبت جواب اینا نه آدم معمولی میسه بنده و بنده که نیازه به چیز نداشته باز همین این چند تا دکتر فوق گفتم از یکی از بسچی که واقعا کار کرده بودن آدم کردن اینا می اومدن میگفتن که نه برای آدم ها اینا حتی این که کی گفته که حتما باید آب الا و لابد خورده بشه در رشته در این بحث کرونا بیولوژی و بدم. تخصص در این قسمت فعلی کرونا اینا چی داشتن پس بنا ما نمیتونیم به راحتی روزر بخوریم مگر نمون دو دسته که عرض کردم یک کسانی که خدا نفس مبتلا این که صد درصد مثبته که الان هسته اینا نمیتونن چی کنه اما اونایی که سالم بدن اینا که هیچ مشکلی ندارن صرف کار کردن در بیرو بودن این جواز برای خوردن نمیتونیم نمیتونیم باشه. نمیتونه باشه حالا یک سال دیگه از بین همه حکم می بیرون یا مثلا افرادی که الان مصاب هستن بعد خوب میشن ان ما امیدواریم که همه انشاءالله. عزیزان شفا پیدا بکنن کفاره ای داره روزشان نه روز که میخورم بعد قضا فقط میگیرن فقط قضا میگیرن و کفاره, کفاره, هم نداره خیلی عالی خیلی راحت عزیزانی که الان مصاب هستن امیدواریم که هرچی زودتر به برکت ماه مبارک رمضان شفا بشن و بعد از او هم کفاره هم نداره روزشان ان بتونن در یک فرصت بعدی بعد از 6 هفته از بهبودشان که گذشت ان روزشان را رو بگیرند و غذای روزه را به جا بیاره ماه مهمان مهمانی خداست برنامه ما مهمان خدا نام داره برگرفته از همین واژه زیبا ماه زیبایی ماه بهار قرآن ماهی که طوری که اکثر علما میگن همه برابری ها دارن نشان داده میشه مردم در یک سطح قرار میگیرن فقط همون با تقوی ها هستن که توی از این ماه خیلی بیشتر از بقیه میدرخشن بسیار زیبایی داره این ماه یکی از زیباترین چیزهایی که مثلا توی ذهن و حقیر میرسه ای هست که همین برابری هر حد اقل ایجاد میکنه در بین جامعه و نشان میده که در برابر حکم خدا می پولدارم پول دارم یا می که فقیرم هیچ فرقی ندارم می که دولتیم و غیر دولتی هیچ فرق ندارم می که رئیس جمهورم یا یک آدم کارگرم هیچ تفاوتی ندارم و حکم خدا سرما باید جاری بشه به نظر من که زیبایی هایی هست در حالی که این ماه پر از زیبایی هست از زیبایی های ماه بگین حالا به اندازه وسط وقت پنج 6 ساعت اینا رو اشاره میکنم حضور باید. به عنوان فهرسوار که بینندگان از این داشته باشن ببینید اولا تمام زندگی ما زیبایه کلمه رو یک مقدار دقت کنم تمام زندگی ما زیبایه فضای دنیا زیبایه حیات و زندگی کلا زیبایه ما نداریم جای غیر زیبایی در دنیا نداریم جالبه در همین دنیا نداریم اگر نازیبا می بینیم ماییم که نازیبا کنیم. قبل از کنیم قبل از کرونا به شهر چه کار کرد؟ هوا رو آلوده کرد، آسمان ها رو آلوده کرد حیوانات در آسایش نبودند گاهی وقت خدا به اون وضع چیز رو نشون میده. شما ببینید، شما چقدر این فضاهای دوده های کذایی و کارخانهای های کذایی اینا ها آمدتون به شریعت مایی های دریا تا دست مای انسان ها آرامش نداشتند. او شب چند شب قبل کابل نشون میداد بعد از کرونا بله. که قرنطینه بود این ساختمان های کابل دیده میشد رنگش ای قرمز و سرخ به اصطلاحی سیایی چی رنگی زرد کنخوتی چیه فلان یرفان یک ما پیش که نشان میداد کابلر که هوای بسیار آلوده بود بعد آدم اصلا نمیدید این ساختمان این چی هست از یک چیزی بلندی میدید اگر بین قبار چیز باور کنیم دق... دو بار چون داد تلویزیون طولی بود که تلویزیون خیلی دقت کردم خیلی خیلی جالب آمد برمه و ف... اون گفت هم پردام گفتم برم نگاه کنید ببینید هوای کابل ببینید چی شده به چه کار کرده پس ببینید همه چیز زیبایه ما میزنیم این نازیبا میکنیم ما استفاده های نادرست میکنیم میشه نازیبا ولی زندگی تماما زیبایه همه مخلوقات خدا همه زیبایه. زیبایه. همه زیبایه. بنابراین ماه ها ماه های زیبای خداست همه و ماه رمضان بود از یک زیبایی ویژه برخورداره به خاطر بعد از کارها و بعد از چیزا فرتار اشاره میکنم که اینا میتونه به زیبایی بیشتر کنه رو از زودتر نزدیکه یکی نماز های اول وقته مم. شما در بقیه اوقات غالبا ممکن گرفتاری کسب و کار و برنامه اما ماه رمضان حالا اگر انشالله این م... کرونا برطرف شه مساجد ما مراکز ما بیشتر فعالیت ناغاز بشه که حالا بعض جامعه هست اینها این ها ای میتونه بیشتر تاثیر بگذاره در خانه اگر دقل در خانه به اول وقت میخونه این یک از زیبایی های زندگی معنوی انسانه که در محباره کلمه زنه حضور به موقع در منزل و نظم در خوراک و خوب چیز موقع افتاری و موقع سهری و اما دیگه وقت گاهی یک دم یک تر میشه یک سدیر تر میشد اما در محباره کلمه نه ازان افت... میرن افطار میکنه مرتب بلا فاصله یا قبلی و مثلا بعد مرتب این سر صفره می نشینی راحت این یک نظم خاصی در زندگی برای انسان خب این نظم زیبایی می بخشه برای زندگی انسان اینو در ماه مبارک رمضان داریم سهر خیزی این خود زیبایی داره خود این نسیم سهر چقدر زیبایی داره که وقت تراوت بلند بشه وقت خصوصا اگر بلند یک 20 دقیقه فقط داره خوردن نباشه سحری آدم خود سحری خوردنش هم زیبایه جالبه خود حتی سحری خوردن ثواب داره الا بلند میشه دوره که نماز هم عنوان نماز شبی بخونه یعنی که زیبایی هایی که در زندگی میتونه برای انسان باشه اون با قرآن شما در طول سال کمتر میخوام ماه رمضان که میشه مقید میشن خیلی از مردم که میگه حداقل سی روزه هر روز یک جزء حتما و چی بخونم و تلاوت کنم این معنی شدن با قرآن با آیات و اینو نورانیت میبخشه اینو صفا میبخشه اینو زیبایی میبخشه به زندگی انسان برخورد های انسان اینها توجه به فقرا ببینید یکی از چیزایی که خیلی عالیه و یکی از جلوه های زیبایی رمضان همینه که مؤمنین اونه که یک مقدار وضعیت زندگی بهتری دارن کوشش میکنن در ماه مبارک رمضان دست بینوایی بگیرن این گاهی به اصطلاح بسته های افطاری برای در خانه ها فرستاده مانه. میشه غذاهای گرم فرستاده میشه از نوعی مؤمنین مؤسسات خیلی از زیبایی های که ما در غیر ماه مبارک کمتر داریم اینها رو اینا در این قسمت بله بحث خود افطاری ماه رمضان این سفره ای که پن میشه افتار دادن در مبارک رمضان یکی از سفارشات پیامبر به المؤمنین بود که فرمودن سه تا چیز به مؤمن داده شده در دنیا یکی از اینا فرمودن که افطاری ماه مبارک رمضان که انسان بیا این لذتی که موقع افطاری برای انسان داره نکته بعدی مناجات مناجات که شما در ماه رمضان دارید دعاهایی که از در نصف شب چقدر برنامه‌ریزی منظم شده این ای نظم در موقع افطار لحظه چند لحظه دیگه میشه اللهم لك الصمت و على رزقك افترت و عليك توکل و کوتا ببینید نظم چقدر رعایت شده های. رعایت وقت در کردن و یک مقدار طولانی تر میشه افطار میکنه طرف حال میگیره یعنی بله. ظرفیت ظرفیت سنجی شده ما باید درس های زیبایی بگیریم ظرفیت طرف رو بفهمیم بعد که یک مقدار میگذره 100 200 استراحت کرده غذا خورده اینا میگن برو دعای افطار بخون باز که یک مقدار طولانی تر میشه بود. باید که فاصله میشه دو ساعت چهار ساعت ساعت می خواب میشه بلند میشه بره سر میگه برو دعای ابو حمزه سومالی رو بخون ببینید اینا هم برای ما درسه این هم زیبایی هایی که ما در ماه رمضان هست در کل وقتی که از همه باهمتر زیبایی شب عید فطر رمضانه که آدم آمده بعد از سی روز موفق شده این تکلیف الهی رو به صورت درست انجام بده و بعد حالا با موفقیت و سرفرازی از این مهمانی میخواد چی خارج بشه به اصطلاح از اینجا میخواد بیرون بشه اینجا نتیجه چی آمرزش آمرزش این گناهانش هم آمرزش شده کلید و نجات از آتش جهنم و بعدم ان شاء الله ورود به بهشت الهی اینا ثمرات و امیدواریم که خداوند ان شاء به همه ما توفیق بده برای همیشه زندگی خودمون را زیبا کنیم و از این زیبایی های ماه رمضان حد اکثر استفاده و به بهره ببرید سپاسگزارم از شما استاد گرامی که برنامه آمدید لحظات هم لحظات پایان برنامه هست اولین روز ماه مبارک رمضان امیدوارم که روز نماز شما همیشه مورد قبول خداوند قرار بگیره همچنین ممنونم شمان شمان. که به برنامه آمدید لحظات لحظات افطار هست امیدوارم که تا طوری که و استاد گفتن ما زیبایی شب عید را هم بتونیم با خوبی درک بکنیم با روزه گرفتن و اطاعت و بندگی در چنین ماه معظم و بزرگی امیدواریم که بتونیم نماز اید را هم در کنار هم بخوانیم و همه این مشکلات و این کرونا و این مریضی هایی که هست از بین بره و ما در روز اید انشالله دوباره در کنار هم قرار بگیریم و جشن سلامتی را در روز عید فطر بتونیم تجلیل بکنیم سپاسگزارم از شما فردا شب هم برنامه مهمان خدا هست و مهمان ویژه همداری ما هر شب برنامه های متنوعی خواهیم داشت تا آخر ماه مبارک رمضان هر شب بیننده ما باشید و مهمان خدا را پیگیری کنید به سمت ازان میریم و اذان مغرب و همچنان افطار اولین روز از ماه مبارک رمضان اولین برنامه مهمان خدا تمام شد فردا در خدمت شما در لحظات افطار خواهیم بود و برنامه دیگری تقدیمتان خواهیم کرد مهمان خدا تا آخر ماه مبارک رمضان مهمان خانه های شماست تا برنامه دیگر خداوند اسفندیار رو نگه دارد